سلام دوستان وقتتون به باشه وزیر امور اسلامی عربستان سعودی امور اسلامی هم من دیگه داره عربستان سعودی حتما داره دیگه وزیر امور اسلامی عربستان سعودی یک جلسه در مصر داشته یه جمله رو اونجا مطرح کرده که اون جمله در خودش خیلی خاص هست به نظرتون تو مصر چی گفته یعنی مثلا در خصوص ارتباط مصر و عربستان یه چیزی باید گفته باشه دیگه یا اصلا در خصوص یه مسئله یه مشترک بین مصر و عربستان بخونیم بخونیم چی گفته توی جلسه که هر مصر داشته ابراز نگرانی کرده از صدور انقلاب اسلامی ایران به گروه های ایران در منطقه چجوری شد تو رفتی مصر و درباره مصر صحبت بکنی یا درباره عربستان صحبت بکنی یا درباره همکاری های مشترک در همون حوزه خودتون صحبت بکنی ابراز نگرانی کردی از بابت ایران آره دیگه دوست دارم بخشی از متن صحبتش رو بخونم گفته که شبه نظامیان مورد حمایت ایران به دنبال صدور انقلاب خمینی به برخی کشورها هستن و لازم است با این مسئله مقابل شود حالا حرفایی که زده خیلی خاص سره ها ولی همینجا میخوام یه صحبت یک سوالی رو هم مرور بکنیم تفکر خمینی چی داره مگه که اینا انقدر ترسیدن خمینی چیکار کرده تو این تفکر چیه که شما کشورهای عربی و آنهایی که دایدار یک اسلام دیگری در جهان اسلام هستن اونا نتونستن این رو برآورده بکنن و تو تفکر خمینی هست برای ملت ها جذابه ملت ها به اون دارن گرویده میشوند وقتی یه همچین هشداری رو میاد میده یعنی میدونه زیر پوست کشوری یه خبری دیگه چیه تو اون تفکره یکی از دلایلی که من همیشه خدمت دوستان خودم عرض میکنم که رفقا فارغ از همه فضا هایی که انجام می شود باید خمینی را بشناسیم باید بریم بشنیم آقا چیا گفته این آدم چیا گفته یعنی مثلا خمینی یک آدمی هست که واقعا بلند شد اومد گفتش که آب و مرق نمیدونم مجانی و حرفا این شکلی تموم شد رفت یا نه یه چیز دیگه گفت که اون چیزهای دیگه قابل تعامل دومی است یه چیزایی گفته که اینا رو داره کلافه میکنه و یه چیزی رو همش بهش دقت بکنید وقتی که اینها میگن نفوذ ایران در منطقه وقتی اینها میگن باید جلوی انقلاب خمینی رو بگیریم و انقلاب خمینی داره در منطقه خاور ریشه میدواند یعنی داره از نفوذ ایران صحبت میکنن دیگه خب چطور نتونستن جلوی این نفوذ رو بگیرن آقا ایران داره پول خرج میکنه دیگه داره پول خرج میکنه نفوذش ازش پیدا کرد درسته نگاه بعضی این شکلیه رفقا در منطقه خاور هیچ کس به اندازه عربستان سعودی هزینه نکرده هزینه هایی که کل توان و دارایی بخشی از کشورهای منطقه در حوزه نظامی رو اگر روی هم بگذاری هم معنی اون نمیشه شما هیچ ذهنتون درگیر نشه که مثلا عربستان یکی از کشورهای است که بیشترین هزینه در حوزه خرید نظامی کرده بس فراتره یه بار به این فکر بکنید که این چند ده هزار نیروی نظامی که رفته از سودان و کجا و کجا جمع کرده آورده به عنوان شبه نظامی در یمن برای اینا چقدر داره هزینه میکنه همه اینها رو اگر بذاری در کنار هزینه که حوزه خرید تسلیحات داره انجام میده که فکر میکنم کنم جزء پنج کشور اول دنیا تا اصلا که یک هزینه بی سابقه داره انجام میشه و با وجود همه این خزینه ها حالا دارم فریاد میزنم میان آقا ایران در حوزه نظامی ببخشید در حوزه نفوذ به یه جایی رسید که ما از بابتش نگران هستیم تو مصر رفته ابراز نگرانی که از بابت ایران دوست دارم بخشی از صحبت این فرد رو بخونم گفته که در خصوص آنچه در بخشی کشورهای عربی رخ میدهد مانند یمن که شبه نظامیان همسو با ایران هویت آن را دزدیدند یا مثلا تو اگه تو یمن باشی یک بخش قابل توجهی از جامعه یمن باشی و تو پایتختش هم باشی کارهای مؤثرم بکنی توان نظامی برای کشور داشته باشی نیروهای مسلح هم با همکاری بکنی ولی مثل ایران فکر بکنی تو میشی آدمی که هویت یمن دزدیدی تو یمنی نیستی ببینیم هم میگه که در خصوص آنچه هر برخی کشورهای عربی رخ میدهد مانند یمن که شبه نظامی ایران هویت آن را زیدهن لازم است تا مقامات کشورهای اسلامی و عربی همچون کاری که در این گونه نشست ها میگیرن با آن مقابله کنند میگه بایدشون یه برنامه بریزیم برای نفوذ ایران در کشورهای مختلف از جمله یمن مثل همین جلسه که گذاشتیم یک جلسه برگزار کن و باش مقابله کنیم با این نفوذ یه جمله میگه این جمله خیلی مهمه میگه که واجب شرعی است واجب شرعی است که با سخنان ارشادی و تبلیغی مقابل این گروه های تون رو ایستادگی کرد تاریخ شاهد ماست و ما باید با گروه ها و سازمان های تون که از سیاست برای رسیدن به اهداف مخرب استفاده میکنن مقابل کنیم بعد یه چیزی تاکید میکنه این تاکید رو من دیدم که عمده پایگاه های خبری که به این ماجرا پرداختند هم در تیتری که خودشون آوردند و اون تاکید این هست که واجب شرعی هست که با انقلاب اسلامی ایران مقابله بکنیم واجب شرعی هست که با مسیری که خمینی تعریف کرده است و اون مسیری که داره ملت ها رو به سمت ایران میبره با این صدور انقلابی مقابله بکنیم یه جمله ای رو آیت الله خمینی گفت این جمله رو یه سری متوجهش نشدن و اون جمله این بود که فکر میکنم البته دچار تردید شدم مثل یک سرچ بکنم دقیق جمله رو به بیارم بله یک جمله رو ایشون در صحبت خوش مطرح میکنه میگه که حفظ نظام از اوجب واجبات است آقا چجوری شد یعنی اینکه که مثلا ما این همه مشکل داریم این همه چالش داریم این همه مشکلات و مختلف داریم بعد با وجود همه این مشکلات شما داری بر این تاکید میکنی که حفظ نظام از واجبات است آره اون اونجا یه چیزی رو فهمیده و اون اینه که در داخل این مملکت و در داخل این کشور و در منطقه‌ای که ما درش حضور داریم یک عده پیدا میشوند که اینا فتوا میدن اینها پول نفت و دارن امکانات دارن ایدئولوژی هم دارن حوزه های علمی هم دارن در عربستان سعودی مصر و کجا و کجا هم دارن با اینها همراهی میکنن اینها فتوا میدهند فتوا میدن که واجبه با این ایرانه مقابله بکنی اون اونجا اون رو فهمیده میگه برای مقابله با اینها من نیاز به یک سری انسانی دارم که اینها حفظ این حاکمیت رو واجب بدونم برای خودشون حالا فارغ از همه اینها و فارغ از همه این, این بحثی که داریم من یه سوالم من سوالی که میخوام بپرسم اینه ببین اون در حوزه مذهبی در حوزه مذهبی به این جمعندی رسیده ای که اگر میخواد به ایرانی ها ضربه بزنه و اگر میخواد به این جغرافی جدیدی که در منطقه خاورمیانه وجود اومده ضربه بزنه باید این انقلاب اسلامی رو بگیره یه انقلاب اسلامی ایرانی ها دارن این انقلاب اسلامی داره کمک میکنه که یک جغرافی جدید به وجود بیاد این باید جلوش رو بگیره در بین جامعه مذهبی ما و در بیوت مراجع این و اون و چند نفر به این جمعندی رسیدن و بر, و بر زبان آوردن که دفاع تمام قد از این انقلاب اسلامیه و تلاش در جهت صدورش از واجبات چند تا به این نتیجه رسیدن چند تا بر زبان آوردن طرف رفته تو مصر به سراحت داره این رو میگه اما چرا این حرف دارم میزنن من میخوام بخش از صحبت های این فرد رو برای شما بخونم که اینجا به اصطلاح خودمون دوم خروس فرد بیرون زده نشون میده که چرا اینها از بابت انقلاب اسلامی مردم ایران نگرانن میگه که اشاره میکنه به عبدالفتاح از سیسی رئیس جمهور مصر بعد در صحبت خودش میگه که مجاهد بزرگی که مصر از فاجعه ای که میرفت در آن گرفتار شود نجات داد فاجعه چیه عرض میکنم و به فضل خدا و مردانی که زندگیشان را برای مصر فدا کردن رئیس جمهور از سیسی نبرد آگاهی بخش جامعه را آغاز کرد داره به چی اشاره میکنه ببین زمانی که حسین مبارک سرنگون شد اینا نگفتن که آخ جون یه دیکتاتور شرش از سر منطقه خاورمیانه کم شد خب ملتا خوشحال بودن دیگه میگفتن آقا گور پدرش یک دیکتاتوری بود رفت عربستان نمیگفت گور پدرش یک دیکتاتور رفت. نه, نه, وای منم منم نفر بعدیم. داره برای منم اتفاق میافته یه کاری باید بکنم دقیقاً چی شد بعد یه اتفاق افتاد توی مصر یه سری آدم اومدن انقلاب کردن بعد براشون سوال شد خب ما یه انقلابی انجام دادیم دممون هم گرم 70 سال رفتیم شبکه سازی کردیم 70 سال بعد از این 70 سال موفق شدیم الان کشور رو دست بگیریم چجوری حکومت داری بکنیم چجوری حکومت داری بکنیم بدون عقل نبودن نه میگفتش که وقتی من قرار هست حکومتی را تشکیل بدهم که آمریکا هیچ کجای آن نیست و دارم فریاد استقلال میزنم حالا باید یه الگو داشته باشم بارها این رو خدمت شما عرض فیلم‌ها فیلم ها و تصاویری هست از فردای انقلاب مثل این فیلم ها خیلی عجیبه جمعیت زیادی از این انقلابی ها اومدن ایران آدم های سرشناس جلسه گذاشتن با چهره مد... مطرح ایران با چهره انقلابی ایران که آقا بیاد بشینیم هم فکری بکنیم یه خروجی به ما بدید ما بریم مثل اونجا حکومتداری بکنیم الگوشون این بود الگوشون دقیقا این بود الگوی دیگری هم در دنیا نداشتن عربستان نرفتن تو تونه... آینه شوت شوتن اینا تعطیل تعطیلن ما اینا کاری نداریم ایران اون مدل است میدونی من بذار حرفمو سادهتر بکنم یه جایی یه حرفی خدمت شما عرض کردم گفتم که حتی اونها که در منطقه خاور میانه میبینی میخوان سر به ما نباشه اونا هم ته تهش امیدشون به ماست اصلا مصریه ارتباطی به اون صورت با شما نداره مصریه نگاه خاصی با شما نداره هیچ رابطه بین شما و مصری قابل تعریف اون صورت نیست ولی وقتی انقلاب کردن جایی که بلند شما نه ایران بود چیزی که اینجا داره بهش تاکید میکنه همینه میگه یه فاجعه اتفاق میفته چه فاجعه ای انقلابیتون داشتن میرفتن ایران داشتن همسو میشن وقتی که انقلاب بکنن دیگه با آمریکا همسو نیستن که میان در کنار ایران قرار میگیرن میان در کنار مقاومت قرار میگیرن میگه داشتن در کنار ایران قرار میگرفتن یه انقلابی پیدا شد یک مرد مجاهد پیدا شد منظورش همین دیکتاتوری است که الان بر مساکمه که زد همشون رو سرکوب کرد یه تعداد خیلی زیادشون بالای ده ها سال زندان داد بین انقلابی ها و همشون زندانن یه تعدادشون اعدام شدن یه تعدادشون سکته کردن تو همین جلسه دادگاه و داستان این شکلی میگه اون شخص یک مجاهدیه که اون مجاهده از یک فاجعه جلوگیری کرد فاجعه یعنی چی یه یعنی نفوذ ایران مصر ببین چقدر از نفوذ شما اینها ترسیدن و علت ترسش چیه ببین این نگرانیش دقیقا چیه تو چرا میگی باید با من مبارزه کنی بخاطر اینکه میدونه قلعه بعدی که فتح خواهد شد عربستان است از خودشون ترسیدن میگه من اگر جلوی این رو نگیرم اگر جلوی ای تشکیل یک جغرافی جدید رو نگیرم بعدیش کشور خودمه اون اتفاق بعدی که میفته در کشور خودمه باز یادآوری میکنم تجار رو گرفتم بازداشت کردم شاهزادار رو بازداشت کردم اگر احساس کردم یه نفر تو این جامعه میتونه رشد بکنه شناخته بشه اونم سرکوبش کردم خارجی هایی که میخوان علیه من حرف بزنم با چیزی به نام خاشوخشی ترسوندم همه رو ساکت کردم با رسانه دارم جامعه رو مدیریت میکنم به اصطلاح خودمون انواع حاشیه ها رو راه انداختم که مردم اصلاشون درگیر چیزای دیگه بشه همه وجودم رو آوردم این جامعه مدیریت بشه جامعه عربستان سودی رو مدیریت بکنم اگر یه زلزله اتفاق بیفته چون من حسابی رفتم وادادگی کردم کشور دادم به آمریکا مردم اینو میفهمن دیگه من هر کاری بکنم مردم اینو میفهمن یه لیدری پیدا بشه این لیدری یه کاری بکنه یه حرکتی بزنه مشابه رفتار ایران از خوش نشون بده اون من چیکار بکنم خب راهکار چیه راهکار اینه که برم با تفکر مبارزه کنم دوستان دقت بکنید اون زمانی که داعش سرنگون شد یه صدایی در تهران شنیده میشد که ما هم عرض کردیم ما هم به پشت رو... یعنی چجوری بگم بعد از دیگران ما هم عرض صدا صدای ما نیست یه وقت ما مصادرش نکنیم و اون این بود که آقا دمشون گرم یه سری رفتن جان دادن خون دادن با داعش مقابله کردن داعش رو زدن کنار الان اون گروه هایی که باید کار اصلی رو انجام بدن گروه های رسانه هستن تا زمانی که تفکر داعش نابود نشود تا زمانی که تفکر تکفیر نابود نشود این راه ادامه داره اینا باز حسای خاموش خودشون رو احیا میکن میان وسط میدان اون چیزی که ما در خصوص تکفیرها میگفتیم اون چیزی که ما در خصوص جنایتکارها میگفتیم اونها دقیقا همه رو در خصوص خود ما دارن میگن میگه ما باید داریم با این ایران مقابله بکنیم اگر نتونیم ما این تفکر مقابله بکنیم محکوم هستیم اینکه این تفکر رشد بکنه بیشتر بشه قدرتمندتر بشه کشورهای دیگری باش هم سوشن و ارنایت دو عربستان سعودی هم بگیره باز دوباره میخوام یه سوال بپرسم آقا با همه چالشایی که داریم با وجود همه مشکلاتی که داریم و همه جنگ اعصاب ها به این فکر بکنیم چه چیزی در تفکر امروز شما همین تفکری که باش دعوا داریم ما چه چیزی داخل این تفکر است که اینا رو ترسونده به کنار با اون کاری ندارم چه چیزی داخل این تفکر است مگه ما آقا نمیگیم این کهنه است این حرفو که ما داریم میزنیم آقا دیگه کسی از مقاومت نمیگه دیگه کسی از ایستادگی نمیگه دنیا دنیای گفتگوهاست. هاست چی این تفکر رو جذاب کرده که با وجود همه بوهای رسانه‌ای که دارن و با،, با, وجود همه ناهمسویی هایی که ملت هاشون با ما دارن بازم اینا میترسن که ملت هاشون بیان سمت ما اینا نکاتی هست که به نظر باید بشین بهش فکر بکنیم وقتی یک نفری من خیلی برام جالبه این آقایی که این حرفو زده یه نفر اونجا نبوده زمانی که برگشته گفتی که واجب شرعی است که با ایران مبارزه بکنیم یه نفر نبوده تو اون جلسه یا بخشید اسرائیل چطور اسرائیل واجب شرعی نیست فلسطین رو فاتح رو خوندی رفت باش خدافزی کردی از غیرت عربیت کوتاه آمدی از شرافت عربی بله کوتاه اومدی با ایران مشکل داره اصلا همشون حکام عرب در کنار اسرائیل و در کنار آمریکا معمور هستن ظرفیت ملت رو وسط میدان میگیرن برای مقابله با این ایرانه برای مقابله با ایران و این حرفی که زده میشه عمدتا از همین جهت هست و سالتر بخوام بگم از طرفی وزن ایرانی ها رو نشون میده در منطقه خاورمیانه و در امروزی که باهاش روبرو هستیم طولانی ترش نمی کنم فکر میکنم ماجرا انقدر واضح هست که نیاز به توضیحات من نداشته باشه و صرفا چند تا پیام میخوام برای شما بخونم یکی از رفقا یه پیام برای من فرستاده گفتی که خدا یا گیر کردیم تو قربت و داریم دیوونه میشیم دعا کنید خدا کمک کنید تا بتونیم برگردیم خیلی ممنونم از پیامتون پیامای این شکلی خیلی زیاد دیدم از رفقای ایرانی من و باز دوباره حرف تکراریم رو میخوام بزنم اگر همسو من هستی اگر همسو من نیستی اگر انقلابی هستی اگر غیر انقلابی هستی اگر ضد انقلابی اگر اپوزیسیونی ببین هر چی که هستی در خارج از کشور اگر کلافگی داری ناراحتی داری این برنامه که من میگم برای خود تعریف کن ایران رو زیبایی هاش رو و جذابیت های وطنش رو برای اون کسانی که در دیگر نقاط هستن بازگو کن فارغ از اینکه حاکمیت امروز ایران خوب است یا بد فارغ از اینکه ایران خوب است یا بد رسانه هایی که آن سونش هستن دارن تلاش میکنن که یک چهره بعد از این وطن به بقیه معرفی بکنن برای خودتون توی زندگیتون یه یعنی نقشه تعریف کنید آقا من کشور رو معرفی بکنم فارغ از اینکه جمهوری اسلامی خوب یا بد فارغ از اینکه باش ارتباط دارم یا نه فارغ از اینکه باش همسو هستم یا نه کشورم رو برای بقیه تعریف کنم زیبایی های ایران رو بگم از تاریخش بگم از جاهای دیدنیش بگم ایران رو معرفی بکنید به بقیه از این ظرفیت استفاده کنید رفقا قدر بدونید اگر یک نفری در آن سوی دنیا داره کلافه میشه از بودن در قربت داره کلافه میشه این رو قدر بدونید فرصت رو سفیر کشورت میتونه باشید در نقطه‌ای که خیلی ها شاید آرزو داشته باشن و آرزو دارن که الان بتونن این کاره رو در جهت خدمت به وطنشون انجام بدن و موقعیتشون ندارن شما خود رو این موقعیت رو دارین از این زاویه بهش نگاه بکنید و ازش استفاده کنید پیام بعدی رو برای شما میخونم یکی از دوستان آقا مرتزا گفته که سلام خسته نباشید جالب بدونی پرچم ایران تو خود ایران دست نیفتنیه راست میگه این روزه خیلی ها. دنبال دنبالی بودن پرچم گیر بیارن بزن روی در و دیوار خونه شون نتونسته بودن برای جالب بود ولی خب تو تهران یه مقدار راحتتر بود شهرداری هم کار راحتتر کرده بود خیلی جا تلاش کرده بود که فضای شهر با این پرچمه زیبا بشه و انقدر روی این فضا کار کرده بود که یه سوال برام پیش اومد که اه... مثلا دورای قبلی اینا که مسئولان توی مملکت چرا این کارو نمی‌کردن فضای کشور ما چرا هیچ‌وقت ای درگیر این پرچم شد یه جوری نبود که شما وقتی حرکت می‌کنین پرچم زیبا رو جا ببینی این برای من عجیبه و به نوعی نشون میدی که این جماعت خیلی انگار حسی نسبت به این وطنه نداشتن این کسانی که در طول سال‌های قبل زماندار امور در کشور ما بودن پیام بعدی رو براتون بخونم رفیق مشتی ما آقا صبحان گفته که من بلژیک زندگی میکنم و پرچم ایران مقتدر و عزیزمون رو از خونم آویزون کردم و هنوز هم هست و میخوام همینجا بمونه و تا من زندم این پرچم پر افتخار اینجا برافراشه باشه دمت گرم انشالله که دلت شاد باشه خیلی خوشحال شدم از پیامی که به من دادی و از این پیام ارزشمند یه رفیق مشی دارم آقا مهدیار آقا مهدیار خیلی پیام برام میفرستی و این خیلی خوشحالم میکنه میخواستم بدونه در جریان باشی که من پیگیر هستم پیام رو میبینم معمولا جملات کوتاه جملات خیلی خاص یا تک ای توی پیام ها ارسال میشه بعضا پنجاه تا کامنت برام میفرستی دمت گرم میشه که دلت شاد باشه به شدت به این جنس از کامنت ها نیاز دارم و بله دوستان گفتن که سلام راجب این فایل سوتی 38 دقیقه بین سردار عزیز جعفری برنامه بسازیم این 50 دقیقه است یه برنامه ساختم یه برنامه ساختم و این آغازشه بی خیال داستان نمیشه مفصل در روی این قضیه برنامه خواهیم داشت توی پیش توی کانال یوتیوبمون هست تو تلگرام هست ببینید حتما برنامه رو نظرتون رو هم بهم بگید برای مهمی که نظرت شما رو بدونم اگر اجازه این ویدیو رو همینجا متوقف میکنم اگر نکته داشتین برای ما بفرستین وقتتون بخیر